دبی، امارات متحده عربی، حراجخانه بریتانیایی، دلار آمریکایی، هنر خاورمیانه‌ای، خریدار عرب و ایرانی. از خون جوانان وطن لاله دمیده. اونایی که زمانی بالای کارهای هنری درجه یک پول دادن، این بار هم بیان تو میدون. هنر معاصر خاورمیانه پدیده نوظهوری نیست، اما تا 4-5 سال پیش هیچ وقت صحبتی از بازار هنر خاورمیانه در میون نبوده. کار بزرگی از تناولی، دیوار و هیچ. من 30 سال به قول معروف مگس میپروندم، کسی سراغ من نمیومد. بعد یهو تلفن پشت تلفن از کشورهای خارج، از داخل، همسایه‌ها میومدن در میزدن، کار میخواستن. 75، 80,000 دلار، 90,000، 95,000، 100,000 دلار. سیر بازار نجومی بود. در واقع شاید بشه گفت قیمت‌ها در عرض 2 سال 5 برابر شد. بازاری که هنرمندان خاورمیانه رو در بر بگیره ما نداشتیم و حالا صاحبمون شد. خانم ها و آقایان، خوش اومدید به حراج کریستی دبی، به خانه هنر معاصر خاورمیانه. دیدنتون اینجا باعث خوشحالیه. برای کسانی که من رو نمیشناسند، باید بگم که اسمم یوسیه، یوسی پولکانان. خوش اومدید به هفتمین حراج آثار هنری خاورمیانه که ما اینجا برگزار میکنیم. نطفه بازار هنر خاورمیانه اینجا در دبی بسته شده. اومدم بفهمم چی باعث شده بازار منطقه اینطور تکون بخوره. دولت‌های این منطقه علاقه زیادی دارن که روی جهانگردی سرمایه گذاری کنن و اینجا رو تبدیل به مرکزی فرهنگی کنن. میتونید به ابتکارهای فوق‌العاده‌ای که در ابوظبی، قطر و دبی به خرج دادن نگاهی بندازید. بنابراین طبیعیه که آدم‌ها بخوان به فرهنگ بپردازن و به آثار هنری که در منطقه خودشون تولید میشه توجه بیشتری نشون بدن، چون هم پولش رو دارن هم علاقه اش رو. و واقعیت هم اینه که اینجا استعداد هنری کم نداره. از نظر سیاسی خاورمیانه موضوع بسیار جذابیه. همه میخوان بدونن اینجا چی میگذره. خاورمیانه همیشه در صدر اخباره و اگه یه روز در صدر خبران نباشه یه جای کار میلنگه. هنرمندای ایرانی از سالهای 60 میلادی خیلی فعالیت داشتن، از زمان به اصطلاح موومنت سقاخانه، و همینطور فعالیتشون ادامه داشت و با باز شدن موزه هنرهای معاصر همینطور ادامه به فعالیت دادن. اینه که این پدیده کارهای هنری هنرمندان ایرانی چیز جدیدی نیست به اون صورت، منتها فقط بازار بین المللی نسبتاً اخیراً توجه پیدا کرده به واقعا زیبایی کار اونها. جای کریستی بازار منطقه رو داغ کرد و کریستی در عرض 5 سال بیش از 125 میلیون دلار کار هنری فروخت. سیر بازار نجومی بود. در واقع شاید بشه گفت قیمت‌ها در عرض 2 سال 5 برابر شد. از همینجا موفقیت حراجی‌ها شروع شد. تعداد گالری‌ها تو دبی طی 5 سال گذشته از 5 گالری رسید به بیش از 40 تا. آدم مبهوت میمون. یه دفعه همه شروع کردن نمایشگاه هنر ایرانی برگزار کنن. قیمتا همینطور بالا رفت و بازار اون عده‌ای از هنرمندای ایرانی که تو 30 سال گذشته بهشون اهمیت داده نشده بود یا در حاشیه مونده بودن ناگهان شکوفا شد. وقتی که کار من فروش رفت، انقدر به من تلفن شد از همه جا که من تلفنم قطع کردم. برای اینکه حقیقتش من اصلا تعجب که من 30 سال به قول معروف مگس میپروندم، کسی سراغ من نمیومد. بعد یهو یه کار فروش رفت و یهو اصلا میدونید تلفن پشت تلفن از کشورهای خارج، از داخل، همسایه ها میومدن در میزدن، کار میخواستن. بعضی از کارهایی که ما اینجا از بعضی از هنرمندان نشون دادیم فوق‌العاده درخشیدن و واضحه که این تاثیر زیادی بر بازار و موقعیت این هنرمندا در دنیای هنر در سطح جهانی داشته.
یکی از این افراد فرهاد مشیریه. میانگین قیمت ما برای مشیری در اولین حراجمون در سال 2006 رقمی بود بین 8 تا 12 هزار دلار. این رقم در مزایده رسید به بیش از 40 هزار دلار که چندین برابر تخمین اولیه‌مون بود. چون کار خیلی عالی بود. بعدش دومین کار رو در فوریه 2007 به بیش از 100 هزار دلار فروختیم. در اکتبر 2007 یک کار دیگرش به بیش از 600 هزار دلار فروخته شد. یه همیشین عمل کردی میتونه هنرمند رو در سطح جهانی به شهرت برسونه. اگه میخواییم بازار هنر خاورمیانه رو بفهمین، کافیه نگاهی به فرهاد مشیری بندازین. مشیری بیش از 20 ساله که داره کار میکنه، اما تا چند سال پیش اسمش جایی نبوده. منظورم تا زمانیه که حراجی‌های دبی کشفش کردن. مشیری بازیگوشه، همه فن حریفه، منعطفه، بازار عاشق مشیریه. برای همین وقتی حراجی سادبی تصمیم میگیره هنر عرب و ایرانی رو وارد حراج بین‌المللیش کنه، مشیری یک کتاز میدانه. سلام علی شما کوبا، ویلکم. خوش اومدید. اینم قطعه شماره 314، کاری از فرهاد مشیری با عنوان گاوچران و سرخ پوست. 80,000 پوند. 85,000 پوند. این کار فرهاد مشیریه و عنوانش هست گاوچران و سرخپوست. نمونه فوق‌العاده از کارنامه هنرمنده. مثال خیلی خوبیه چون نشون میده که مشیری اوایل نقاش فیگوراتیو سنتی بوده و بعد کم کم شروع کرده به تجربه کردن سبک‌های مختلف. حدود سال‌های 2004-2005 یه مجموعه کار اصطلاحاً کیکی عرضه کرده که این به نظر من بهترین کار اون مجموعه است و اولین بارم در سال 2007 به نمایش در اومده. £320,000. £330,000. کارو به قیمت £330,000 میفروشم به شما خانوم. این آخرین فرصته. £330,000. فرهاد مشیری وقتی سالها کار میکرد کسی نمیگفت فرهاد مشیری خوبه یا بده یا گرونه یا ارزونه. به محض اینکه میفروشه و قیمتاش میره بالا یه سری نقد شروع میشه که آیا خوبه یا آیا بده. یعنی اصلا مشکل فرهاد مشیری انگار نیست، مشکل پوله است. قطعه شماره 100، کار بزرگی از تناولی با عنوان دیوار و هیچ، مال سال 2008. حراج رو با 70,000 تا شروع میکنم. 75، 80,000 دلار، 90,000، 95,000، 100,000 دلار، 110، 120، 130 تا 140. یه خریدار جدید 150,000. محمد کنار کشیدی 150,000. دینا مال مشتری شماره 828 تو شد. ما سه تا کار از پرویز تناولی داریم که شاید بشه گفت مهمترین مجسمه ساز ایرانی در قید حیاته. کاری از اون رو دو سال پیش در حراج به قیمت بیش از 2,800,000 دلار فروختن، در حالی که گرونترین کار تناولی در گالری تا پیش از اون 200,000 دلار بود. پرویز تناولی بیش از نیم قرنه که کار میکنه. برجسته ترین کاراش مجموعه مجسمه هایی با عنوان هیچه. سالهای سال آرام در گوشه برای خودش کار میکرد تا اینکه ناگهان بازار تکون خورد و یکی از کارهایی که به یک بانک ایرانی فروخته بود چند میلیون دلار در حراج فروخته شد و رکورد قیمت رو شکست. مؤسسه بانک اومد از من یک کاری خرید رقم بسیار کمتر، بعد حالا به هر عنوانی این رو پروموت کردن یا بردن عرضه کردن به قیمت خیلی بالاتر و یه مؤسسه بسیار معتبر، یک موزه عربی این کار رو خرید، یعنی شخص نخرید، و رقم خیلی بالاتر. این به قول معروف شانس صاحبشون بانکی ها بود که خب پول خوبی، منافع خوبی به دست آوردن و تشویق شدن که بیان آثار دیگری بخرن و این باعث شد که آثار بسیاری از هنرمندان دیگر هم خریدن. اون بانک الان یک مجموعه ای داره و من همش رو مثبت میبینم.
چند تا مجسمه هیچ داریم؟ با احتساب ابعاد و اشکال و جنس‌های مختلف میشه گفت 8 تا. این مجسمه ها شاخص‌ترین کارهای تناولی هستند. ایده ترکیب کلام و تجسد اون در هیئت مجسمه رو به بهترین شکل نشون میده. اون اولین هنرمند مطرحی بود که این کارو کرد. از طرفی من از اینکه این جسم نماد هیچه و کل بازیش با هیچ و معنی اونه خوشم میاد. به نظر میاد همه عاشق ترکیب خطاطی و نقاشی هستند. عرب و ایرانی ها این کارا رو دوست دارن چون هنر سنتیشون رو با سبکی مدرن تلفیق کرده. غربی ها هم از این کارا خوششون میاد چون ظاهرش شبیه نقاشی آبستره خودشونه، اما خط عربی اگزوتیکش اونها رو به دنیای هزار و یک شب میبره. کارهایی که خطاطی دارن معمولاً جزء گرون‌ترین کارها هستن. مثل این کاری که اینجا از احمد مصطفی پشت سر من می‌بینی. احمد مصطفی رکورد فروش گرون‌ترین کار رو در میان هنرمندان عرب در حراج در منطقه داره و 2 سال پیش بیش از 650 هزار دلار در حراج فروش کرده. این کاری که پشت سر من می‌بینید یکی از مهم‌ترین کاراشه. 450 هزار، 500 هزار، 550 فروخته شد به شما به قیمت 550 هزار دلار. 550 هزار دلار. در بازاری که هم خطاطی طرفدار داره و هم تصویر زن محجبه، اگه این دوتا رو با هم ادغام کنین قوقا میکنه. ما در غرب خیلی زیاد از این تصاویر زنای محجبه دیدیم. وقتی صحبت از هنر خاورمیانه میشه، رسانه ها دوست دارن یه راست برن سراغ این تصاویر، چون یه معنی خاصی داره و فوراً هم نظر همه رو جلب میکنه. مدت‌ها پیش از اون که صحبتی از بازار هنر خاورمیانه در میون باشه، شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک، یک مجموعه کار انجام داد که هم خط داشت، هم زن محجبه و هم یک عنوان بسیار جذاب، یعنی زنان الله. شیرین نشاط معروف شد و طی این سال‌ها هم کارهای مختلفی کرد. اما هنوزم که هنوزه، چشم بازار دنبال همون زن است. قطعه شماره 345. باز هم کاری از شیرین نشاط. 3200، 3200، 3800، 4000، 4200، 4500، 4800، 5000. فروخته شد به مشتری لینا به 5000 پوند. من فکر میکنم آدم ها کار شیرین نشاط رو محدود میدونن به همین کارا. شیرین نشاط براشون یعنی همین کارا. درسته که با این کارا شیرین معروف شد، اما چیزی که اونو هنرمند مهمی میکنه اینه که الان این کارا بیشتر سمبولیکن و نشون میدن که اون در سال 1997 چی کار میکرده. کار قویه، میتونم حراج رو از 20 هزار دلار شروع کنم. 22، 24، 26 فروخته میشه به مشتری ویل به 26 هزار دلار. بالاتر نمیرین؟ مطمئنین؟ پس میفروشم به مشتری ویلیام شماره 843 به 26 هزار تا. نشاط مثل همیشه خوب میفروشه. عالیه. کارهایی که ما از شادی قدیریان به نمایش گذاشتیم شاید بشه گفت جزو قوی ترین کارهاشه. مال مجموعه به نام هیچ هیچ.
در این مجموعه اشیایی رو که معمولاً زنانه محسوب میشن در کنار اشیای نظامی تصویر کرده، یعنی به شکلی ظریف و پنهان تصویر خشونت ادغام شده با تصویر اشیای زنانه. شما پوکه های فشنگ رو در کیف لوازم آرایش میبینید. یک عکس تاثیرگذاری داریم از یک جفت کفش پاشنه بلند قرمز زنانه کنار یک جفت پوتین سربازی که روش یک لکه خون دیده میشه. جالبه ببینین که کسانی که برای دیدن این کارها به گالری میان چطور نسبت به این اثر واکنش نشون میدن و درباره ارجاع مستقیمی که به جنگ داره صحبت میکنن. در گالری ما کار رو به عنوان کارگزار خود هنرمند به صورت کمیسیونی می‌فروشیم یا کار رو از خود هنرمند یا شخص سالس می‌خریم. در این نمایشگاه کارهایی داریم که یا در حراج خریدیم یا از واسطه یا از هنرمند. کارهایی هم داریم که توافقی از خود هنرمند گرفتیم. وقتی کار رو توافقی می‌گیریم معمولاً درآمد حاصل از فروشش رو 50-50 بین خودمون و هنرمند تقسیم می‌کنیم. ما قیمت هامون رو همیشه بر مبنای قیمت گذشته یا قیمت هایی که خود هنرمندان میفروشن یا قیمت هایی که در گالری ها گذاشته میشه تعیین میکنیم. ما نمیتونیم و چجوری بگم اجازه نداریم در اصل که خودمون به صورت کاملا مستقل قیمت ها رو تعیین کنیم. اگه کریستی کاری رو 100 هزار دلار بفروشه، خریدار باید مبلغی حدود 20 هزار دلار اضافه بر اون به ما بده. ما از سال 2006 تا حالا بیش از 125 میلیون دلار کار هنری اینجا فروختیم که درصدی هم حساب کنی رقم بالاییه. اصولاً تعداد کلکتور انفرادی بیشتره تا یه حدی، ولی همطور که میگم یک گروه مشخصی نیست، خیلی وسیع خریداری میشه. اما باید گفت که خب طبیعتاً ایرونیا خودشون بزرگتری خریدارا هستن. تا اینجای کار کسی از بحران جهانی اقتصاد و تأثیرش بر بازار هنر حرفی نزده. درسته که منطقه رو نفت میچرخه، اما یا طلای سیاه تنها میتونه بازار رو سرپا نگه داره؟ قیمت کار ایرانی یه دفعه بالا رفت و وقتی بحران اقتصادی یکی دو سال اخیر پیش اومد تب بازارهای دنیا فروکش کرد. هنر ایرانی هم مثل هنر معاصر غربی و هر مایملک دیگه قیمتش اومد پایین. 18 ماه پیش مردم هجوم می بردن به نمایشگاه ها و هر چی که در 10 دقیقه اول به چشمشون می اومد می خریدن. نگران بودن نکنه یکی دیگه اونو از چنگشون دراره. الان جریان خیلی آرومتر و با حساب کتابتره. منصفانه بخوایم قضاوت کنیم باید بگیم بحران اقتصادی بر بازار هنر نه فقط در خاورمیانه بلکه در همه جای دنیا تا حدی تأثیر گذاشته. قیمت ها پایین اومده، میزان خرید و فروش هم کمتر شد. متاسفانه وقتی قیمت چیزی تا این حد بالا میره بورس بازا بهش رو میارن و کسایی که مجموعه دار واقعی نیستن به سمتش کشیده میشن. منظورم از مجموعه دار واقعی کسیه که کار میخره و مجموعه نگه میداره و ممکنه گهگاه هم برای مرتب کردن مجموعه چند تا کار هم بفروشه. کسی که با این هدف کار میخره که چند ماه بعد گرونتر بفروشه مجموعه دار نیست، مثل کسی که در یک بازار بورس سهام بازی میکنه. 5,800. قیمت آثار هنری پایین آمد، اما نه تا حدی که کارها بی‌ارزش بشه. پایین اومدن قیمت‌ها باعث شد مجموعه دارهای دیگه پا به صحنه بذارن. خریدارهای عرب و ایرانی تازه وارد بازار شدن، چون حالا دوباره وسع آدم‌ها بهشون میرسید. برای اینکه چرخ بازار در دوره رکود اقتصادی به چرخه، باید هنرمندای جدیدی پا به صحنه بذارن که اسمشون بتونه تبدیل به امضا بشه. برای کشف چهره‌های تازه چی بهتر از اینکه مسابقه برگزار بشه؟ مؤسسه غیرانتفاعی ماجیک آف پرشا برای هنر معاصر ایرانی جایزه تعیین کرده. عجیبم نیست که قبل از اعلام نام برنده آثار منتخب به مزایده گذاشته میشه. اگه گفتی چوب حراج رو کی میزنه؟ اینم پرچمای فوق‌العاده‌ای که این حراج رو باهاشون تموم می‌کنیم. عنوان کارا هست آلودگی هوای ایران و از خون جوانان وطن لاله دمیده. من حداقل تو هیچ اکشنی نبودم تا الان و اصولاً هم چیزی که درست می‌کنم خیلی فروشی نیست یا به هر حال کسی خوشش نمیاد که بخره. بهتون قول میدم پشیمون نمیشین. اونایی که زمانی بالای کارهای هنری درجه یک پول دادن این بار هم بیان تو میدون.
40,000 Who can deny it? Wonderful work of art. At 40,000 pounds is here in the second row. میفروشن به 40,000. All done. این آقا میگن 42,000. میفروشیم به 45,000. پشیمونی فردا سودی نداره. میفروشن به مشتری ردیف دوم. 48,000. 50,000. کشیدید کنار؟ میفروشن به 50,000 پوند. ایرانی هستیم و هنری که از مملکتمون هست و اصولا از خاورمیانه باشه واسه همون خیلی جالبه به خاطر اینکه بهش یک دونه we have an attachment to it واسه همین خیلی واسه همون مهمه و کارهای آرتیست های ایرانی به نظر من از همه بهترن اصولا. یادتون میاد کارو چند خریدیم؟ 50,000 خونه اینقدر بزرگه که جا میشه به دیوار بزنیم یا کلکسیون جای دیگه نگه میداریم؟ بلن اینو گرفتیم، حالا ببینیم بعدم جاش کجا میذاریم، ولی واسه من یک کار خیلی جالبی بود و از روز اولی که دیدم به دایی میگفتم حتما باید اینو بریم. کارا رو فروختن، پس کی برد؟ بعد از تبادل نظر و بحث فراوان و بهتون اطمینان میدم که کمم بحث نکردیم. داوران لندن مفتخرن نام برنده رو اعلام کنن. محمود بخشی محمود. ما بسیار از تماشای اثری که سازوکار تولید رو واسازی میکنه و اون رو اوریان به نمایش میذاره لذت بردیم. کاری که غنای مفهومی، سوری و فرهنگی داره. داوران تبریک میگویند به تمامی هنرمندان شرکت کننده در نخستین جایزه مؤسسه Magic of Persia برای بهترین کار معاصر ایرانی و به خصوص به محمود بخشی مؤخر. صد آفرین. اما آیا پایان ماجرا به همین خوبی و خوشیه؟ اهل معامله دلشون میخواد بگن این بازار بین المللی شده، در حالی که بخش عمده خریدارا همچنان مال خاورمیانن. اون چه بین المللی شده در واقع دلالا و واسطه های فروشن. میخواستم بگم که تک تک این فینالیست ها برندن و ما بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم. بازار رو متولد میشن و رشد میکنن. وقتی بزرگ میشن ممکنه مثل حباب بترکن و یا در بازار بین المللی ادغام بشن. البته همه رو هم به صورت اصلی راه نمیدن. چند نفری در صحنه جهانی نامی به هم میزنن و بقیه به خونه برمیگردن و در راه ممکن از خودشون بپرسن دوره طلایی بازار چرا پایان گرفته. یه بازاری هست که اصلا اسمش بازاره و قصدش فروشه، خب میفروشه و حالا آرتیست ها یا دخالت دارن توش یا دخالت ندارن توش. من فکر میکنم اون قیمت های چندین و چند میلیون دلاری بعضی از هنرمندا دولت مستعجل بود، مثل حباب بود. یا برنامه ریزی بود یا حباب بود. حباب مفرعه، خب مگه چیه؟ بذار باشه. آره حبابه، حباب موفقی هم هست. مشکلش چیه؟ All done.